سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی نخست وزیر پاکستان که به نمایندگی از پاکستان در کنفرانس قلب آسیا در شهر امرتسر هند اشتراک کرده بود گفت در واقع می توان استراب افغانستان را درک کرد ما نیز درک می کنیم که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این سخنان را در خاک دشمن پاکستان بیان کرده است واضح است که او در تلاش بود آنچه را بیان کند که آنها ترجیح میدهند بشنوند رئیس جمهور غنی و نراندرا نخست وزیر هند در بیاناتشان در این کنفرانس بدون نام گرفتن از پاکستان از همسایگان خود خواستند از پناه دادن و حمایت به تنروانی که در منطقه دست به خشونت میزنند خودداری کنند اما سرتاج عزیز که بعد از برگشت از هند به اسلام آباد با خبرنگاران صحبت میکرد گفت تلاش های هند برای جدا ساختن افغانستان و پاکستان به جایی نخواهد رسید زیرا دو کشور همسایه همدیگر بوده و رابط میان افغانستان و پاکستان مستقل است نیاز به اعمال فشار برای مبارزه با دهشت افغانی نیست زیرا پاکستان به اندازه کافی و بیشتر از هر کشور دیگر برای از بین بردن دهشت افغانی کار کرده است این اظهارات آقای عزیز در حالی صورت میگیرد که نه تنها کابل و دهلی نو که برخی از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده خواهان اقدامات بیشتر اسلام علیه دهشت افغانان شده از حکومت آن کشور خواستند به پناه دادن تنروان و شبکه های دهشت افغان در خاک پاکستان پایان دهد در همین حال رئیس جمهور غنی خطاب به سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی پاکستان گفت 500 میلیون دلاری که پاکستان سخاوتمندانه برای بازسازی افغانستان متحد شده میتواند به خوبی برای جلوگیری از افراط در پاکستان به مصرف برسد چون بدون سال هیچ پولی نمیتواند نیازمندی مردم افغانستان را مرفع سازد